با سلام حضور شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی برنامه هفتگی افق جنبش کارگری، من کانی یک بار دیگه در خدمتم برای تقدیم حلقه دیگر از این برنامه. همونطور که مطلع هستیم به سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی نزدیک میشیم. بسیاری از تحلیلگرها اینو میگن که در سالگرد ژینا به احتمال قوی مردم یک بار دیگه به خیابون‌ها بیان. اما این خیزش این بار رنگ و بوی دیگه ای داره. مطالبات دیگه ای هستش. حتی میگن که شعارها با شعارهای یک سال گذشته متفاوت هستش. چرا که تورم افسار گسیخته، گرانی، دستمزدهای کم، همه اینها کارد رو به استخون زحمتکشان و مردم ایران رسونده. جنبش اعتراضی سراسری همچنان به قوت خودش باقیه و پیش میره تا سرنگونی. در این جنبش ما شاهد حضور جنبش های مختلفی هستیم در این خیزش انقلابی، از جمله کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان پیشرو و انقلابی و خیلی از جنبش های مختلف که همه با هم دست به دست هم دادن تا در یک پروسه زمانی، در یک مبارزه جسورانه بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. برای اینکه نگاهی به جنبش اعتراضی در ایران بندازیم، در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق جمشید مهر، فعال سیاسی که در خدمت ایشون هستیم. رفیق جمشید سلام و درود، ممنونم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید. من هم خدمت شما سلام دارم، عرض ارادت میکنم رفیق عزیز و سپاسگزارم از شما و دست اندرکاران تلویزیون به خاطر فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا با هم این گفتگو رو پیش ببریم. سپاسگزارم. ممنونم از وقتی که برای تلویزیون ما و برنامه ما گذاشتین. رفیق جمشید، شما اگه نگاهی کوتاه داشته باشین به جنبش اعتراضی در ایران، این جنبش رو چطور میبینید؟ صحبت در مورد جنبش انقلابی ژینا، زن زندگی آزادی، محورهای مختلفی رو در بر میگیره، به خصوص اینکه خب یک سال، نزدیک به یک سال از تداوم این جنبش میگذره و تو خیلی از حوزه ها نشان دهنده تغییر ذهنیت مردمه، یعنی به نوعی تغییر و انقلاب در ذهنیت مردم رخ داده. اینکه حالا انقلاب سیاسی کی رخ میده یک موضوع دیگه ایه. من برای اینکه در واقع بتونم جنبه هایی از این خیزش در واقع انقلابی رو بیان بکنم، اشاره میکنم به همین رویدادهایی که در این چند روز گذشته یا در هفته گذشته رخ داده. ما در این روزهای گذشته یا در هفته گذشته شاهد این هستیم که زنان رویارویی‌های خودشون با جمهوری اسلامی مبارزه درخشانی رو در واقع پیش میبرن. این رویارویی زنان با حکومت اسلامی در واقع اوج تازه‌ای گرفته و مقاومت و مبارزه درخشان و ستایش برانگیزی رو از زنان میبینیم که در واقع صفحه های یا صحنه های در واقع باشکوه و درخشانی رو ترسیم میکنن. مقاومت درخشان زنان رو در بیدادگاه های جمهوری اسلامی، در خیابان، در کوچه و بازار، در دانشگاه و در محل کار میتونیم ببینیم. این مبارزات در واقع بیانگر اینه که همه تمهیدات رژیم، همه تمهیدات حکومت اسلامی برای اینکه شرایط رو به قبل از آغاز جنبش ژینا در شهریور گذشته، سال گذشته برگردونه، در واقع شکست خورده و بیانگر درماندگی رژیم هستش.
برای اینکه صحنه‌های مشخص‌تری رو بیان بکنیم، همین روزها شاهد این هستیم که در رویارویی و مقاومت زنان با جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی در واقع سیاست‌هایی رو که در قالب حجاب، لایحه‌ای که در واقع الان توی مجلس راجبش بحث و گفتگو میشه رو پیش میبره و زنان در واقع چه مقاومت جانانه‌ای در مقابل اون میکنن. میتونم اشاره بکنم به حکم‌های محکومیتی که برای زنان تو این حوزه صادر شده، از جمله اینکه اونها رو میفرستن به مراکز روانشناسی یا اینکه میفرستن توی برای تنبیه در واقع میفرستن به مراکز به غسالخانه ها برای اینکه مردگان رو بشورن و یا در واقع اموالشون رو 10% از اموالشون رو مصادره میکنن، جریمه های سنگین، همه اینا رو میشه بهش اشاره کرد. از جنبه دیگه نگاه بکنیم به مقاومت زنان، من باز اشاره میکنم مثلا در هفته گذشته دیدیم رویارویی زنانی که در زندان هستن، روزنامه نگاران، زنان مدافع حقوق کارگران، مدافع حقوق کودکان، از جمله مثلا یادآوری بکنم دادگاه خانم الهه محمدی رو که اونجا با افتخار در واقع میگه که من خیلی خوشحالم که در کنار مردم موندم و صدای اون هستم، یا در واقع محاکمه نیلوفر حامدی و یا سپیده قلیان، یا سپیده قلیان ها که حاضر نشد به صلاح اون احکامی رو که جمهوری اسلامی میخواد پیش ببره و اجبار بکنه که با حجاب اسلامی بیاد به دادگاه، نیومد به دادگاه و در واقع رژیم برای این که بتونه بهانه ای داشته باشه گفت که در واقع اون به خاطر اینکه حجاب نداره دادگاهش رو به تعویق میندازیم. یا صحنه های دیگه ای رو از معلمان عزیزمون باید بگیم که جنبش معلمان در طی یک سال گذشته چه راهپیمایی کرده. از جمله میخوام یادآوری بکنم که مقاومت سوران لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخا، معلمانی که از اعضای کانون صنفی شورای صنفی معلمان هستند، در واقع حاضر نشدن که در دادگاه برن برای اینکه سیاستایی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه، به دادگاه نرفتن و همه اینها در واقع صحنه هایی رو نشون میده از مبارزه و رویارویی در واقع جنبش زن زندگی آزادی علیه حکومت اسلامی. همونجور که اشاره کردم در واقع ذهنیت مردم نسبت به حاکمیت تغییر کرده، یک شکاف عمیقی به وجود اومده بین مردم و حاکمیت و جناهای همه جناهای اون، و میتونیم ببینیم که مردم تو حوزه هایی این تغییرات رو بیان میکنن که خواستار جدایی دین از حکومت هستن، نهاد دین از حکومت هستن، خواستار آزادی و برابر حقوقی واقعی زنان و مردان هستن، خواستار اینن که بتونن اعمال اراده بکنن، حاکمیت مردم باشه، به عبارتی همه قدرت به دست مردم. اینها در واقع صحنه های باشکوهی از مبارزه مردم ایران در طی همینجا باید اشاره بکنم به مسئله در واقع حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملیت های مختلف در ایران. امروز شاهد مبارزات مردم بلوچستان، کردستان، خوزستان، آذربایجان و حتی ملیت های دیگه یا اقلیت های دینی و مذهبی از جمله مثلا بهایی ها، سنی ها، همه اینها رو در واقع شاهد هستیم که این خیزش در این یک سال گذشته تداوم پیدا کرده و همان گونه که گفتم در واقع میره که تغییراتی رو به وجود بیاره. یا به طور کلی اگر که فرصت داشته باشم بگم، اگر به طور کلی به جامعه ایران نگاه کنیم، دو تا وضعیت رو یا دو تا روند رو به طور دقیق میتونیم در واقع مشاهده بکنیم. این روندها یکیش در واقع اینه که
حکومت علی رغم همه تمهیداتی که به کار میبره، همه تمهیداتی که در واقع به کار گرفته، نمیتونه تغییراتی رو در راستای تغییر وضعیت فلاکتبار اقتصادی، وضعیت تخریب شده معیشت مردم به وجود بیاره و به عبارتی میتونیم بگیم که هم نمیتونه و هم نمیخواد. یعنی رژیم در واقع در این موقعیت قرار گرفته. دقیقتر اگر بخوام بگم اینه که جمهوری اسلامی در یک موقعیت اضطراری استثنایی قرار گرفته و هر رویدادی، هر مسئلهی، هر تحولی یا لحظه لحظه این زمانی رو که الان ما داریم میگذرونیم میتونه نقطهی باشه که تغییراتی به وجود بیاره و منجر بشه به تحولات بنیادی تری، پایدارتری به نفع مردم و زحمتکشان. این کوتاه مختصر اگر که راجع به خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بخوایم راجعش صحبت بکنیم، به طور کلی میخوام بگم که خب یک انقلابی در حال وقوعه. بله، سپاسگزارم. در حرفاتون اشاره کردیم به مقاومت مردم. شما فکر میکنین با توجه به این همه سرکوبی که در جامعه هستش، مردم این همه جسارت رو، علل خصوص زنان، از سپیده قلیان اسم بردید، زنی که بعد از مدت‌ها آزاد شد و دم در زندان حجاب اجباریش رو پرت کرد و فریاد زد خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک، این همه جسارت رو مردم ایران علل خصوص زنان از کجا پیدا کردن؟ دلیلش چیه؟ بی‌تردید اتفاق مثلا یک دگرگونی رخ داده، این رو نمیشه پنهان کرد یا کتمان کرد. این یه لحظه اتفاق نیفتاده، یعنی مثلا آسمان بدون ابر نبوده. 40 سال حکومت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها نشون داده که هیچ جا، همون جوری که خودشون میگن، در واقع براشون اوجب واجبات حفظ نظام بوده و هیچگاه به این فکر نکردن که سیاست‌های اجتماعی اونا منجر به رفاه و نیکبختی مردم بشه. در طی سالیان گذشته کاملا روشنه که سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌های جمهوری اسلامی چندین هدف رو با همدیگه دنبال می‌کرده، از جمله این که با سلب مالکیت از توده‌ها انباشت سرمایه رو در واقع تو حوزه‌های مختلف دنبال کرده، سیاست‌هایی که تو حوزه کارگری مثلا دنبال کرده. اگر که ما بتونیم اسم این تحولات رو نئولیبرالیسم بذاریم، شامل اینه که اساساً همه استراتژی رژیم، سیاست‌های رژیم بر این استوار بوده که طبقه کارگر نتونه متشکل بشه، ممانعت کرده از تشکل یابی و سازمان یابی اون به شدیدترین وجهی. در واقع جمهوری اسلامی قانونی رو که خودش تدوین کرده، قانون اساسی و به خصوص مثلا قانون کار رو زیر پا میذاره، اساسا پایبند نیست به قانون. این رو میتونیم در حوزه‌های مختلف، از جمله این که اکثریت عظیمی از طبقه کارگر ایران از شمول قانون کار مستثنا شده، قراردادهای موقت در واقع در اشکال مختلف، قراردادهای شرکتی، پیمانی، نمیدونم، حتی شفاهی و ساعتی، در واقع امنیت شغلی و امنیت کاری رو از طبقه کارگر ایران گرفته، دستمزدهای منجمد شده و فریز شده چندین برابر زیر خط فقر و انواع اقسام در واقع قراردادهای موقت در تمام سالیان گذشته اکثریت عظیمی از مردم رو از چرخه باز تولید یک زندگی شایسته و در واقع
برآورده کننده خواستا و نیازهای کرامت انسانی بوده باشه در واقع محروم کرده. اینو تو حوزه زنان هم میبینیم. زنان رو در واقع در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی شاید در واقع یکی از اصلی ترین نیروها یا اولین جز اولین نیروهایی بودن که علیه جمهوری اسلامی، نیمی از جمعیت کشور در واقع علیه جمهوری اسلامی به مبارزه برخواسته و امروز خواهان برابر حقوقی واقعی، نه بر روی کاغذ و حتی قانونی، برابر حقوقی واقعی در واقع عدالت جنسیتی اینها رو طلب میکنه. تو حوزه محیط زیست شاهد در واقع هرچه وخیمتر شدن زندگی مردم هستیم. دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها خشک میشن، ریزگرد ها و غبارهای فصلی و بیابی و تخریب محیط زیست واقعا به صورت گسترده و سیستماتیک داره رخ میده. اینا خب دلایل اصلی بود که در 40 سال گذشته، در 40 و چند سال گذشته ذهنیت مردم ایران رو تغییر داده و خب حالا میبینیم که اکثریت عظیم مردم ایران خواهان این حکومت نیستن و به فکر این هستن که چگونه ممکنه از این حکومت، از این در واقع رژیم استبداد دینی خلاصی پیدا بکنن. اینا در واقع دلایل، واقعا بیشتر از اینها میشه، خیلی عمیق‌تر میشه اشاره کرد به این دلایل، ولی در حدی که حالا بتونیم بحثمون رو آغاز بکنیم من به این نکات میتونستم اشاره بکنم. بله، خب رفیق جمشید، شما به گرانی اشاره کردین، همونطور که منم در مقدمه گفتم طبق آمارهای رسمی نزدیک به 30 میلیون آمارهای رسمی زیر خط فقر هستن، این 3 برابر زیر خط فقر هستن. میدونیم که در روزهای گذشته اعتراضات بسیاری در شهرهای مختلف ایران شده، از جمله برای گرانی نان. مردمی که الان نان خشک هم ندارن، حتی پول خرید این نان رو هم ندارن، از جمله برای آب شرب، آب شرب سالم. یعنی میشه گفت معمولی ترین، یعنی ابتدایی ترین مواد حیاتی برای یه انسان، جمهوری اسلامی کاری کرده که مردم ایران از اون محروم باشن. نتیجه رو شما در چی میبینید؟ ناکارآمدی رژیمه؟ آیا اگه ناکارآمدی رژیمه، این میتونه روند اعتراضات رو سرعت ببخشه؟ حقیقتش در مورد فلاکت اقتصادی و تخریب معیشت و تراز زندگی مردم به طور کلی اقتصاددانای برجسته‌ای در واقع تو ایران، در ایران در واقع اینو دنبال میکنن و مستدل در واقع میشه بهش اشاره کرد که چرا اینجوریه. خیلی خیلی روشن در واقع میتونیم بگیم که شاخص به اصطلاح قیمت‌های کالا و خدمات مصرفی مصرف کننده تو ایران سال به سال در واقع افزایش پیدا کرده، نشون دهنده تورم هستش. امروز در واقع وضعیت به گونه‌ایه که حتی به اصطلاح فقر در جنبه‌های مختلفش، یعنی فقر در معنای عمق فقر که چقدر در واقع چه شاخصه هایی رو از زندگی به وجود میاره، نشون میده در واقع، و هم به معنای گسترش فقر که مثلا چه دامنه ای داره. امروز حتی ساختار اقتصادی ایران نشون داده که حتی شاغل بودن نمیتونه جلوگیری بکنه از افتادن به ورطه فقر. این سیاست های اقتصادی که جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته دنبال کرده در واقع، خب اساساً همونجوری که توی ابتدای صحبتم گفتم مبتنی است بر سلب مالکیت از توده ها. یعنی اگر که برگردیم به گذشته، در سالهای پایان جنگ ایران و عراق توی دهه 70
جمهوری اسلامی با پذیرش سیاست تعدیل ساختاری عملا در واقع برنامه هایی رو شروع کرد که نتیجهش در واقع همین از یک طرف در واقع عدم امنیت شغلی، عدم امنیت اقتصادی، گسترش تورم همراه با رکود، یعنی حتی میخوام بگم که ما به 10 ساله گذشته، دهه 90 نگاه میکنیم، رشد اقتصادی در ایران هول و هوش صفر یا حتی منفی بوده. خب همه اینها در واقع دست به دست هم داده و ورطه ای رو به وجود آورده که اقتصاد ایران در واقع هرچه بیشتر منجمد شده، بسته شده، یا سمتگیری و جهتگیریش در واقع به این سمته که به منافع بخش کوچکی از سرمایه‌داران و عرضم به حضور شما که خود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ پاسخ بده و در راستای منافع برقراری پیوند با سرمایه جهانی بوده، در این چه به شدت از توده ها سلب مالکیت شده، چه به طور قانونی چه به طور غیر قانونی، و نتیجه این روندها خب طبیعتاً در واقع فقر مضاعف هستش، همون گونه که گفتم، در واقع به گونه که مثلا رژیم تمهیداتی هم که به کار میبره، همین الان ما شاهد این هستیم که برنامه هفتم اقتصادی قراره که در مجلس تصویب بشه یا تصویب شده، در واقع سیاست ها و رویکردهایی که در برنامه هفتم اقتصادی دنبال میشه، همه اینها در واقع بیش از پیش منجر به فقر بیشتر، تویدستی بیشتر، سلب مالکیت از سودها. این رو میتونیم توی خصوصی سازی های گسترده، توی واگذاری های در واقع صنایع و اموال عمومی مردم به در واقع حالا خودمانی سازی کردن اونها در واقع میتونیم اشاره بکنیم. همین حالا در واقع این مصوبه مولدسازی اموال و دارایی های دولت که در واقع اموال عمومی مردم هستش، همه اینها رو جمهوری اسلامی چوب حراج بهش زده و در واقع از دارایی های مردم بر میداره و اون رو به ثمن بخس در واقع میده به اطرافیان خودش، به حامیان خودش و حالا اون بخش از سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری بروکراتیزم ایران یا بروکراتیک ایران، یا عرضم به حضور شما بخش های مختلفی از سپاه، میتونیم به مؤلفه های مختلفی اینجا اشاره بکنیم. ولی خب مجموعه این سیاست ها ضمن اینکه از طرف دیگه خب در واقع دستمزد، حقوق، معیشت و کرامت انسانی مردم رو به طور کلی زیر علامت سوال میبره و اینجا میرسیم که جمهوری اسلامی یک شبه قیمت نان رو در ایران مثلا 40% بالا میبره و شما روزنامه های جمهوری اسلامی رو ورق بزنید، در اون تقریبا توی همه روزنامه ها میبینید که مردم میگن آقا با چه زبونی بگیم، ما نداریم بخریم، نداریم بخوریم، نداریم بپوشیم. و متاسفانه علارغم همه این اعتراضات که جنبه‌های مختلفش رو گفتم، از جمله در واقع اعتراضات و اعتصابات کارگرا، بازنشسته ها، معلمان، پرستاران، همه اینا رو در واقع میتونیم ببینیم و این نتیجه سیاست ها و راهبرد هایی که جمهوری اسلامی دنبال کرده. بنابراین این که تصور بشه که جمهوری اسلامی میتونه به این خواستا پاسخ بده، خواستای انباشته شده و متراکم توی همه زمینه ها که در ضمن همه جانبه هم گسترش پیدا کرده و مسببش خود جمهوری اسلامیه، پاسخ بده یا چنین نتایجی دور از انتظار باشه. بله رفیق جمشید، اشاره کردیم به برنامه هفتم توسعه که در مجلس هستش و ظاهرا هم تصویب شده.
اشاره کردیم به فقر کمرشکن طبقه کارگر، کلن مزد بگیران در ایران، حالا از بازنشسته ها گرفته همه کسایی که همه مردم ایران در همه سطوح، و جنبشی که یک سال تقریبا داره به یک سال میرسه در ایران در جریانه، با توجه به موقعیتی که جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته و میدونه که حتی سرکوبش هم دیگه کاراییشو داره کم کم از دست میده، ریزش نیروهاش داره شروع شده، خیلی وقته که شروع شده و شدت گرفته، با همه اینها اشاره کنیم به کارگران که دیدیم که در یکی دو ماه گذشته چطور در عصبی گرما زده میشدن از بی امکاناتی. در هفته گذشته 4 کارگر پتروشیمی خودکشی کردن. همه اینها یه وضعیت بسیار بسیار اسفناک رو نشون میده در ایران. خب سرکوبش رو هم که گفتم کاراییشو از دست داده، اما بازم داره به قول معروف بند و تندتر میکنه. نشونه چیه؟ اتاق فکر رژیم در فکر چیه؟ با اینکه میدونه که مردم واقعا دیگه توان تحمل رو ندارن، نمیخوانش، خودش هم نمیتونه، اما این سیاست شل کن و سفت کن که الان داره سفتش میکنه رو از چی داره میگیره؟ راجع به برنامه ها، راهبرد ها و سیاست هایی که جمهوری اسلامی به طور مشخص تو حوزه کارگری دنبال میکنه، نکات زیادی رو میشه گفت. به طور مشخص خب اون چه که در برنامه هفتم اقتصادی الان داره دنبال میشه، خب به عبارتی در واقع تداوم برنامه های قبلیه، به این معنا که توجه بکنیم به این که در طی این 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرد که قانون کاری رو که خودش البته به دلیل زمینه‌های انقلابی که وجود داشت، یعنی به هر حال ما طبقه کارگر ایران یا مردم ایران یه انقلابی رو پشت سر گذاشته بودن، یه قانون کاری رو نوشت و همون موقع هم در واقع خیلی از عناصر حکومت حتی مراجع تقلید با اون قانون کار مخالف بودن و خود رژیم هم در واقع میگفتش که این قانون کار مثل گوشت مرداره که برای زنده موندن میشه خورد ولی مکروه در واقع، یعنی کراهت داره، ولی به معنی که در واقع رفع مشکل شد شما میتونی از خوردن اون جلوگیری بکنی، یعنی این که قانون کار رو تو این حد پذیرفته بودن. تو این سالها، تو این 40 سال و 40 چند عذر میخوام 30 خورده سال، یعنی از سال 69-70 مثلا 30 چند سالی که از تدوین قانون کار گذشته، خب جمهوری اسلامی از همون ابتدا تلاش کرده که قانون کار رو در واقع لغو و مسخ و منجمد بکنه، به خصوص مثلا تو حوزه مسئله دستمزد تلاش کرده که در واقع هرچی بیشتر اونو منجمد بکنه. در طی سالیان گذشته همیشه دستمزد واقعی کارگرا از مقدار تورم کمتر بوده و خب به حال نتیجه طبیعیش میشه که الان حتی شاغل بودن هم نمیتونه جلوگیری بکنه از فقر. اما اون چیزی که در واقع تو این 40 سال گذشت، عملا این قانون رو گذاشته کنار، یعنی این نکته که میگم مال قبله. در شرایط فعلی در واقع رژیم داره تلاش میکنه یا سعیش بر اینه یا اون رفتاری که انجام میده معناش اینه که حالا خواست ها و مطالباتی که برای تشدید استثمار، ارزانسازی نیروی کار، تهاجم و تعرض به طبقه کارگر و زحمتکشان توی همه عرصه‌ها نیازمند سرمایه‌داری ایران هستش، اینها رو در واقع فرموله بکنه. از جمله این که شما توی این قانون هفتم، یعنی برنامه قانون برنامه توسعه اقتصادی هفتم، در واقع اینو می‌بینیم که تلاش شده که اختیار اخراج کارگرها رو هرچه گسترده‌تر به
کارفرماها و سرمایه‌دارا بدن. عرضم به حضور شما که خب دستمزدها رو هرچه بیشتر منجمد بکنن و حتی مثلا با روش های یا نوع قراردادهایی که صورت میگیره 3 سال کارگری که ابتدا به ساکن شروع به کار میکنه 3 سال نیمی از حداقل دستمزد رو بگیره و به تناسب همین هم در واقع کسورات بیمه بازنشستگی پرداخت بکنه که خب خود این عوارض شدیدی رو در زمان بازنشستگی به وجود میاره. و یا مثلا این که اصلاحات حالا سیستماتیک و پارامتریکی که میخوان انجام بدن به این معنا که سن بازنشستگی رو اضافه بکنن، میزان مستمری ها رو کم بکنن، یا به عبارت دیگه مثلا در گذشته اینجوری بود که شما مستمری رو بر اساس میانگین 2 سال آخر اشتغالتون میگرفتین، اینو میخوان در واقع گسترش بدن به 5 سال. به عبارت کلیتر اگر بخوام بگم، نمیدونم واقعا چقدر فرصت دارم، این که تو برنامه 7 موادی که داره تغییر میکنه، موادی از قانون کار که در واقع داره تغییر میکنه، هرچه بیشتر اختیارات گسترده تری به طبقه سرمایه‌دار و کارفرماها میده و در واقع هرچه بیشتر حقوق کارگرا رو تو عرصه‌های مختلفی که گفتم نقض بکنه، منجمد بکنه. همین حالا 2 تا مسئله در واقع مسئله‌ای هستش که این روزا یا شاید این ماه در واقع باش روبرو هستیم، 2 تا مسئله مثلا ساماندهی وضعیت کارکنان دولت که نزدیک بالغ بر 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون نفر کارکنان دولت رو کماکان توی قراردادهای شرکتی یا پیمانکاری یا ارکان ثالث مثلا هستن، دولت به طور مشخص همون جوری که در واقع معاون اداری رئیسی اون میثم لطیفی در واقع گفته بود که دولت مخالف در واقع این ساماندهی هستش، و یا تو حوزه دیگه مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی رو 2 سال متوقف کردن، کارگرای ساختمانی که خب در واقع از کمترین امتیازات برخوردارن، خودشون میخوان حق بیمهشون رو پرداخت بکنن که در واقع از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشن، حتی شامل همه امتیازات هم نمیشه، همین که در واقع دفترچه تامین خدمات درمانی داشته باشن و تو حوزه درمان و خدمات درمانی ازش استفاده بکنن، میبینیم که دولت مخالفت میکنه و اونو 2 سال به تعویق انداخته. اشاره بکنم به در واقع اون کارگرایی که خودکشی کردن، عذر میخوام، 4 نفر از این کارگران که جز نیروهای ارکان ثالث در واقع بودن، البته در طول سال گذشته که آخریش در واقع همین هفته گذشته بود، فراموش کردم در واقع اسم اون کارگر عزیزی که در واقع خودکشی کرد، ولی دلیلش در واقع این بود که خب اینها کارگرای ارکان ثالث بودن به این معنا که قراردادی و پیمانکاری بودن و پیمانکار در واقع تصمیم گرفته بود که بخشی از این کارگرا رو به قراردادشون پایان بده، و خب پایان قرارداد معناش بیکاری هست. بیکاری امروز با توجه به طولانی شدن دوره بیکاری و پیدا کردن کار مجدد برای کارگرا و زحمتکشا به معنای در واقع این که خب فقر و تخریب معیشت و تراز زندگی، و خب این یعنی این که وقتی کارگری نمیتونه پول در بیاره، درآمد نداشته باشه، حقوق نداشته باشه، خب معناش در واقع روشنه، و خب برای خیلی ها تحمل چنین شرایطی در واقع غیر قابل تحمل هستش و خب چنین حوادثی رقم زده میشه. به طور روشن باید بگیم که مسبب و مسئول چنین سیاست هایی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی که چنین سیاست هایی رو دنبال میکنه. امیدوارم که به سوالتون پاسخ داده باشم، اگر دقیق نبود بگید که من دوباره نکاتی رو توضیح بدم.
نه سپاسگزارم. خب ما در این جبهه در دو طرف رو میبینیم، یکی رژیم که همچنان داره مقاومت میکنه، یکی هم مردم که اونا هم همچنان دارن مقاومت میکنن و ما هر روز شاهد مبارزات باشکوهی هستیم در سطوح مختلف و از طرف دیگه هم شاهد سرکوب مردم، احکام فلعی، بازداشت، زندان، اعدام، همه اینها نشان از یه سرکوب اوریان داره. با توجه به وضعیت موجود شما آینده رو چطور میبینید؟ چه راهکارهایی وجود داره که مردم بتونن هرچه سریعتر به مطالباتشون دست پیدا کنن و در نهایت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن؟ در مورد آینده حقیقت این که خب پیشگویی نمیشه کرد، منم چنین در همچه جایگاهی در واقع نیستم که در واقع بخوام پیشگویی بکنم، ولی پویایی درونی مثلا اون چیزی که محرکه این تحولات هست، خب همین نکاتی که در واقع شما بهش اشاره کردید، وضعیت عمومی مردم شما اشاره کردید، منم تأکید میکنم در واقع این که حداقل 28 میلیون ایرانی زیر خط فقرن. خب وضعیت اقتصادی هم نیاز به این نداره که حالا خیلی، یعنی خیلی عیانه، منظورم این هستش که روشن در واقع که فقر و فلاکت در واقع تا چه حد گسترش پیدا کرده، نمونه ها و تبلورش هم در واقع میتونیم ببینیم اینجا و اونجا، حتی مثلا اینکه ناچار میشن برخی اعضای بدنشون رو بفروشن، رحم اجاره‌ای مثلا مسئله میشه، اینا در واقع وجود داره. چنین وضعیتی خب یه پویایی داره که میشه بر اساس اون پویایی نکاتی رو مورد اشاره قرار داد. همونجور که تا ابتدای برنامه گفتم، ما یا حکومت جمهوری اسلامی در یک وضعیت اضطراری و استثنایی به سر میبره، به این معنا که از مثلا به لحاظ فیزیکی من مثلا بخوام اشاره بکنم، شما یک گوی کاملا صیقلی رو در یک مثلا در نقطه ماکسیموم یک قوس ببینید، اونجا قرار داره و کوچکترین تلنگری، کوچکترین ضربه‌ای اون رو از حالت تعادل خارج میکنه و دیگه نمیتونه برگرده به حالت تعادل. یا به عبارت دیگه شما یک مدادی رو که کاملا نکتیز شده و با نوکش روی زمین بذارید یا روی یک تکیگاهی بذارید، ممکنه شما بتونید اینو تو اون وضعیت نگه دارید، ولی یک نیروی کوچیک اینو به صلاح تعادلش رو به هم میزنه و دیگه نمیتونه برگرده. جمهوری اسلامی توی همچه وضعیتی قرار داره، در واقع تعادلش ناپایداره و هر حرکتی میتونه تغییرات دامنه دار و عمیقی رو به وجود بیاره تو حوزه های مختلف. این شاید مثلا یک توصیفی باشه روشنتر از وضعیت جمهوری اسلامی. اما طرف دیگه که شما اشاره کردید، مبارزات مردم، جنبش های اجتماعی در مثلا لایه ها و طبقات و جنبش های مختلف هستش. من چیزی که میتونم بگم در واقع اینه که رژیم در هیچ کدوم از این حوزه ها خودش عقب نشینی نمی کنه، کما اینکه همونجور که شما گفتید تعرض رو، تهاجم رو گسترش داده،
شما هم اشاره کردید، من هم اشاره کردم تو برنامه هفتم در واقع اینو میبینیم، یا حتی تو سیاست‌های دیگه، باز مثلا سختگیری در مورد حجاب زنان، این بگیر و بند توی خیابون، در مورد دانشجوها، در مورد پرستارا، در مورد اقلیت‌های دینی مذهبی، نمیدونم وکلا، هنرمندان، روشنفکران، شما توی همه این حوزه‌ها ما می‌بینیم که رژیم داره تعرض می‌کنه، تهاجم می‌کنه، خود به خود در واقع این تغییر نمی‌کنه مگر اینکه در واقع مبارزه علیه جمهوری اسلامی در واقع گسترش پیدا بکنه، سازمانیابی بشه. نکته اساسی در واقع اینه که هرچه بیشتر در واقع هزینه مبارزه کمتر بشه، دامنه مبارزه و اونایی که جمع شرکت میکنن توی مبارزه گسترش پیدا میکنه. نافرمانی مدنی در واقع یکی از این ابزارهایی که ما میتونیم بهش دست بزنیم، یا مردم بهش دست دادن، زنان ایران بهش دست دادن و اونو دنبال میکنن و در واقع گسترش مبارزه در مقابل حکومت هستش که میتونه تعرض و تهاجم حکومت رو متوقف بکنه و مانع بشه. برای اینکه در واقع یه همچه گسترشی به وجود بیاد، ما نیازمند اینیم که در همه سطوح مردم، کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، زنان، روشنفکران، اقلیت‌های ملی، ملیت‌های مختلف، اقلیت کلمه اشتباهی بود به کار بردم، ملیت‌های مختلف در واقع هرچه بیشتر در واقع متشکل بشن، سازمانیابی بکنن. به خصوص مثلا وقتی از سازمانیابی طبقه کارگر اسم میبریم، این که تو حوزه اقتصادی طبقه کارگر ایران به راحتی یا راحت‌تر یا سهل‌تر میتونه متشکل بشه و این سازماندهی هاست که در واقع میتونه یک نیروی به وجود بیاره که با سراسری شدنش، عمومی شدنش، در واقع اون ضربه رو به وضعیت رژیم که در حالت عدم مثلا پایداری هستش، تعادلش ناپایدار هست، بزنه و در واقع این تغییرات رو به وجود بیاره و ما شاهد این باشیم که خواست‌ها و مطالبات مردم تو حوزه‌های مختلف، طبقه کارگر، زحمتکشان، در واقع اینا متحقق بشه و به عبارتی دنیای دیگه‌ای رو برای مردم ایران که کرامت انسانیشون پاس داشته بشه در واقع به وجود بیاد. حقیقتش من نمیتونم پیشگویی بکنم، ولی میخوام بگم که اینه راه این که ما بتونیم تغییری به وجود بیاریم، گسترش مبارزات. میبینیم که زنان در واقع مبارزاتشون رو گسترش میدن، دانشجوها، پرستارا، معلما، اینا. یعنی اگر بخوایم یه شاخصه هایی رو بیان بکنیم، ضمن اینکه افزایش پیدا کرده مبارزات مرد، مبارزات توده ها به طور کلی، اعتراضات اونها، اعتصابات اونها، میبینیم که یک خصلت دیگه ای پیدا کرده و راه حل رو در خیابان پیدا کردن. در واقع میان به خیابان و عملا تلاش میکنن که حوزه هایی رو که حاکمیت اشغال کرده بازپس بگیرن و تغییرات معناداری رو به وجود بیارن. من حقیقتش اینا به نظرم میرسه، امیدوارم که خیلی پرت و پلا نگفته باشم. نه، اختیار دارین، عالی بود. رفیق جمشید، زمان برنامه ما داره طولانی میشه و میخوام ببینم که اگه شما نکته خاصی دارین که فکر میکنین در حرفاتون لازم بوده اشاره کنین، اشاره نکردین، یا اینکه پیامی دارین در دقیقه. حتما یک نکته رو من فراموش کردم ابتدای صحبتم بگم، ضمن اینکه در واقع یک نگاهی کردیم به جنبش‌هایی که، یعنی در واقع جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، یه موضوع رو فراموش کردم. همین روزا یا در واقع هفته گذشته مصادف بود با سالگرد درگذشت شاملو، شاعر بزرگ آزادی. میخوام که در واقع به اون اشاره بکنم. شاملو در واقع انسان تأثیرگذاری بود و حاصل مبارزه و عرضم به حضور شما تحرکات مردم ایران، جامعه ایران بود.
شاعر و مبارزی بود که تا آخر در واقع به مردم وفادار موند و در واقع شاعری یا انسانی متفکر، هنرمند و بزرگ بود که البته از سوی دیگه کابوسی بود برای جمهوری اسلامی. می‌خواستم که اینو بگم، به خصوص اینکه شاملو پرچم چپ بود و مردم و به خصوص مردم اعماق و توده‌های پایین. اینو می‌خواستم بگم. نکته دیگه این که خب ما نزدیک میشیم به سالگرد خیزش ژنژیان آزادی یا زن زندگی آزادی. همونجوری که شما تو ابتدای برنامه گفتید، واقعیت اینه که رژیم در حراس است که میتونه این وضعیت میتونه تحولاتی رو یا تحرکاتی رو دامن بزنه. من فقط به یه جمله اشاره میکنم، این که معاون سیاسی وزیر کشور گفته بود که توی جلسه در واقع گفته بود که در حوزه‌های امنیتی با توجه به نزدیک شدن به همین خیزش زن زندگی آزادی، در حوزه‌های امنیتی بدبینانه ترین سناریوها رو در واقع پیش بینی کنید. به عناصر اطلاعاتی و امنیتی و سرکوبگر خودش میگه بدبینانه ترین سناریوهای امنیتی رو پیش بینی کنید، اتفاقات بدی در واقع خواهد افتاد و در ساعت صفر ما گرفتار میشیم و در واقع اون موقع دیر است. منم میخوام بگم که واقعیت اینه که این رویدادها جمهوری اسلامی رو به هراس انداخته و چون میترسه تلاش میکنه که بترسونه، نتیجتا بر شدت سرکوب افزوده، ولی میریم به سمت اینکه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی تحولات عمیق‌تری رو در جامعه ما رقم بزنه. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم. به قول شاملو، روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و زیبایی دست مهربانی را خواهد گرفت. متشکرم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین و وقتتون رو برای تلویزیون ما و برنامه هفتگی افق جنبش کارگری گذاشتین. من هم سپاسگزارم که به من این فرصت رو دادید که با میانجیگری شما با مردم، با به خصوص در واقع مردم کرد بیشتر در واقع صحبت بکنیم و سپاسگزارم واقعا اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. خوشحال شدیم از حضورتون. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان حلقه دیگر از برنامه هفتگی افق جنبش کارگری رسیدیم. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق جمشید مهر، فعال سیاسی، ارزیابی از جنبش اعتراضی در ایران، یا میشه گفت نگاهی کوتاه به جنبش اعتراضی سراسری در ایران. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی.